لیزا بیور دختران را بوسید بوسه ای که اشک آنها را درآورد فصل سوم برو و دیگر گناه مکن در فصل پیش از جنگی قدیمی که میان دشمن جان ما شیطان و دختران هوا در جریان است گفتیم او در تلاش خود برای شرمسار کردن برهنه کردن و بی حرمت نمودن زنان از زمان باغ عدن تا به امروز ثابت قدم بوده است با کمال تأسف شروران ترین حملات او تحت پوشش مذهب بوده است در هیچ کجای کتاب مقدس این ستیست، آشکارتر از مورد زنانه اسیر زنا نیست این مثالی گویا و باور نکردنی از سنگدلی شریعت و مذهب و زیبایی شفقت و محبت خداست میخواهم با یکدیگر به این صحنه بپردازیم و شاید شما بسیار متفاوت به آن نگاه کنید در نور کم سحر به جمعیتی که در صحنه معبد گرد آمدند میپیوندیم و منتظر میشویم تا به رابی یعنی استاد جوانی به نام عیسی گوش دهیم برای ما زنها عاقلانه ترین کار این است که بی سر و صدا پیش از اینکه روشنی خورشید حضور ما را آشکار کند از آنجا برویم ایسا با دیگر معلمان شریعت متفاوت است و وقتی صحبت می کند خود را فروتن میسازد تا در میان مردم بنشیند. در مورد این مرد اقتداری ملایم و حکمتی قدرتمند وجود دارد که شبیه هیچ کس دیگری که از او شنیده یا او را دیده باشید نیست. در کلمات او کلمات خدای پدر را میشنوید. با وجود این هر جا که می رود مجادله به پا می شود. او همان گونه آزادانه درباره محبت خدا صحبت می کند که شفا را بر بیماران و رنجدیدگان جاری میسازد. رهبران مذهبی از او متنفرند اما مردم عامی او را خیلی دوست دارد. زنان قرار نیست که در هیچ مباحثه ای دخالت کنند. به شما اختار داده می شود که همون دور باقی بمانید اما شما نمی توانید. امروز صبح به گونه مقاومت ناپذیر به حضور او کشیده می مشتاقید که دوباره سخنان او را بشنوید. کلماتش ترانه های خاطر انگیز قلب شماست که دوست دارد آن را با صدای بلند بسراید. در این سکوت غیر معمول در میان جمعیتی چشم انتظار منتظر او می شوید. او قول داده است که امروز صبح باز می گردد و تعلیم می دهد. سهرگاهان ایسا باز به سحن معبد آمد در آنجا مردم همه بر وی گرد آمدند و او نشسته به تعلیم ایشان پرداخت یوحنا هشت دو او در نخستین پرتوهای سپید دم در حالی که آسمان پشت سرش که مانند پرده ای است از تراشه های سایه روشن گونگی با شکوه آتش با شاگردانش از راه می رسد. با وجود نور سپید دم که از پشت او میتابد و روشنایی صبحگاه که در برابر او درنگ می کند سخت می توان چهره او را تشخیص داد پس از اینکه مدتی با در آغوش گرفتن جمعیت به سلام و احوال پرسی پرداخت مینشیند تا تعلیم دهد با تمام قلبتان هر کلمه ای را که میگوید دنبال می کنید اما در افق آشوبی به پا شده است همینطور که نشسته اید در بالای سر عیسی و شاگردانش گروه دیگری را میبینید که نزدیک میآیند صداهای خشمگین و تصویر تاریک آنها در ستیز با شخصی نامرئی است اما زمانی که وارد معبد شدند آنها را از رداهایشان شناختید و متوجه شدید که از رهبران مذهبی هستند در میان آنها اندام شخصی پنهان شده است تا زمانی که آنها بین عیسی و جمعیت قرار می گیرند سپس آن زن را جلوی پاهای عیسی پرت می کنند او زنی جولی است که لباس یا ملحفه ای را برای پوشاندن برهنگی خود با چنگ نگه داشته است اما پوشش او کافی نیست مشهود است که به طور ناگهانی از بستر شرم بیرون کشیده شده است شما در این فکر هستید که مرد کجاست رهبران از اینکه او خود را از ترس بر زمین جمع کرده است خوشنود نیستند او را به ایستادن با دارند تا همه او را ببینند در این هنگام علمای دین و فریسیان زنی را که در حین زنا گرفتار شده بود آوردند و او را در میان مردم به پا داشته به عیسی گفتند استاد این زن در حین زنا گرفتار شده است موسا در شریعت به ما حکم کرده که این گونه زنان سنگسار شوند حال تو چه میگویی؟ یوحنا هشت سه تا پنج ایسا به چنین زنی چه چیزی خواهد گفت؟ سرنوشت او چه خواهد شد؟ البته که این رهبران هیچ اهمیتی برای زندگی این زن قائل نیستند آنها از عیسی یک پاسخ خواستند زیرا این را گفتند تا او را بیازمایند و موردی برای متهم کردن او بیابند یوحنا هشت شش بخش نخست آه اما شما هم میخواهید پاسخ او را بدانید مانند هر زن دیگری که آن روز در جمعیت بود شما هم میخواهید آنچه را او میگوید بشنوید عیسی به زنی که آشکارا گناه کرده چه میگوید در مورد آنانی که شریعت حکم مرگشان را می دهد چه قضاوتی می کند؟ البته این زن قربانی دستیسه بزرگتر است تقلای قدیمی برای متزلزل کردن خدا و موضوع اصلی فرصتی برای رهبران مذهبی است تا عیسی را رد صلاحیت کنند به او نگاه کنید اما عیسی سر به زیر با انگشت خود بر زمین می نوشت یوحنا 8 6 بخش دوم ابتدا او علاقه به این که به آن زن نگاه کند یا پاسخ آنها را بدهد ندارد او سر خود را خم کرده و بر روی خاک می نویسد انگشت خدا در خاک کلماتی را قلم می زند که در دانش ما نمی گنجد او که می داند آن زن شرمسار و ترسان است و نمیتواند تصور کند که کسی جز نگاه تحقیر آمیز نگاه دیگری به او داشته باشد از چشم دوختم به او خودداری می کند او نگاهش را بر آنانی که بر آن زنداوری می کردن نیز ندوخت شاید در خاطرش کس دیگری را می دید که مدتها پیش در یک باغ سعی کرد اوریانی خود را بپوشاند ولی چون آنها همچنان از او سوال می کردند ایسا سر بلند کرد و به دیشان گفت از میان شما هر آن کس که بی گناه هست نخستین سنگ را به او بزند و با سر به بر زمین می نوشت یوحنا هشت، هفت تا 8 هنگامی که پادشاه جلال بر روی زمین می نوشت فریاد مدعی شناخت نیک و بد در حالی که در پی شنیدن پاسخی مناسب است بلند می شود. شاید ایسا در میان صدای آنها صدای آن مار مدعی را شنید. شاید شما او را بپوشانید. اما دست آخر آنچه را که شما پوشانده اید من دوباره برهنه و شرمگین خواهم کرد. او هرگز درس نمی گیرد. باید به دست شما کشته شود. این قانون است. اکنون زمان آن است که به اتهامات مار واکنشی نشان ندهد به زودی همه چیز با او تصویه حساب می شود حال ایسا تنها با آن مدعیانی که در مقابل او ایستاده بودند صحبت می کند او از آنها می خواهد آن کسی که گناهی نکرده است بیاید و نخستین سنگ را پرتاب کند و دوباره مشغول کشیدن تصاویر بر روی زمین می شود شما نفس خود را نگه می دارید و منتظر می مانید. با شنیدن این سخن آنها یکا یک از بزرگترین شروع کرده آنجا را تر گفتند و عیسی تنها به جا ماند با آن زن که در میان ایستاده بود یوحنا 8 نو تنها کافی بود که یک نفر نخستین سنگ را بزند و پس از آن همه کسانی که سنگ در دست داشتند از پی هم سنگ را پرتاب می کردند اما هیچ کس آنجا نیست که بتواند آن سنگ را پرتاب کند یا یک نفر وجود دارد بله یک نفر هست عیسی گناهی انجام نداده است اما او از پرتاب کردن سنگ به این زن خودداری کرد او تنها قاضی عادل است اما برای محکوم کردن نیامده بود بلکه برای نجات دادن آن زن آمده بود او ساکت می ماند. تا مدعیان آن زن همگی برود آنها در سکوت و شاید به نوعی با شرمساری رفتند زیرا به مردم گفتند که میخواهند عیسی ایسا را در قبال گناهکار بودن خودشان به دام بیندازند ایسا پیش از آن که زن را مخاطب قرار دهد صبر می کند تا همه حاضران و صداهای متهم کننده آنها رفته باشند آنگاه سر بلند کرد و به او گفت ای زن ایشان کجایند؟ هیچ کس تو را محکوم نکرد؟ پاسخ داد هیچ کس ای سرورم ایسا به او گفت من هم تو را محکوم نمی کنم برو و دیگر گناه مکن یوحنا هشت ده تا یازده توجه کنید که آن زن همانجا میماند تا او سرش را بلند کرده و با او صحبت کند او از اینکه عیسی دربارهاش با زمیر سوم شخص سخن بگوید خشنود نیست او میخواهد عیسی با خودش صحبت کند او می توانست به محض اینکه آخرین مدعی رفت دویده و خود را در سایه ها مخفی کند اما او برهنه و شرم زده در برابر عیسی منتظر ماند او از زندگی کردن در سایه ها خسته شده است او میماند زیرا بخشش و براعت می خواهد حال با سخن او آن زن می تواند برود او از مرگ رهایی یافته و در حضور مردم بخشیده شده و بار هر محکومیت از او برداشته شده است با این هدایا او قدرت مییابد که زندگی گناه آلود خود را رها کند او سر خود را بلند می کند و نگاهش را به عیسی می دوزد در چشمان او بخشش شفقت و محبت را می بیند و یک چیز دیگر نیز هست آیا این چیز دیگر رنج است یا مشاهده آنچه رخ داده است شاید زن دیگری از جمعیت بیاید و لباس خود را بر شانه های آن زن بیاندازد تا برهنگی او را بپوشاند شاید زنی که او را میپوشاند شما هستید هنگامی که آن زن بی سر کوچه هایی را که دقایقی پیش در آن کشانده شده بود طی می کند سکوت برقرار است خورشید میدرخشد چرا که روز تازه‌ای برای او شروع شده است روزی که در آن امید تازه گشته و عهدی جدید بسته شده است. وقتی او می رود ایسا درنگ می کند. سپس ایسا دیگر بار با مردم سخن گفته فرمود من نور جهانم هر که از من پیروی کند هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد بود یوحنا هشت دوازده او دیگر دختر مرگ و تاریکی نیست بلکه دختر نور و زندگی است اگرچه گرفتار داوری رهبران مذهبی نشد اما او دختری اسرائیلی بود او عهدی را شکسته بود و اسیر گناه شده بود اما این دختر خیانتکار با شاهزاده مهربان روبرو شد و پس از آن دیگر هرگز مانند گذشته نبود دشمن خیانتکار زنان این نسل را برهنه و گناهکار به حضور خدای قدوس کشیده است حتی اکنون نیز آن مار به وسیله شرمساری ما شاهزاده را به باد تمسخر میگیرد با این دختران زنا و بیعفتی چه باید کرد آیا آنها عهدی با تو دارند پس چطور اغلب همخوابهٔ این دنیا میشوند چند بار آنها را میبخشی و از مرگ رهایی میدهی و این پرسش برای شاهزاده دلشکسته دلخراش است تنها یک پاسخ از طرف او میتواند وجود داشته باشد من تو را محکوم نمی کنم برو و دیگر گناه نکن می توانیم مطمئن باشیم که او به گناهان و شرمساری ما نگاه می کند و به خاطر بدی که در ابرانیان سیزده هشت آمده اینطور به ما پاسخ می دهد ایسا مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است برای ما زنان زمان آن است که بلند شویم و به خاطر کلام و وعده او به رهنگی و اوریانی دیگران را بپوشانیم تا بتوانیم واقعا برویم و دیگر گناه نکنیم زمان آن رسیده است که این وعده و این قدرت را برای دخترانی که هنوز اسیر شرمساری هستند اعلام کنیم زیرا فیض خدا به حضور رسیده است فیزی که همگان را نجات بخش است و به ما می آموزد که بیدینی و امیال دنیاوی را تر گفته با خیشتنداری و پارسایی و دینداری در این اصل زیست کنیم در حین که منتظر آن امید مبارک یعنی ظهور پرجلال خدای عظیم و نجات خویش خیش عیسی مسیح هستیم که خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت رهاییمان ما بخشد و قومی برای خود تاهر سازد که از آن خودش باشد و قیور برای کار نیکو تیتوس دو یازده تا چهارده خبرهای خیلی خوبی است گناه دیگر بر ما قدرت ندارد ما می توانیم از آن روی برگردانیم و بگوییم نه عیسی رحم و شفقت خود را به وسیله فیض خدا نصیب ما کرده است آن داوری که مستحقش هستیم شامل حال ما نمی شود ما بخشیده شده ایم و از مرگ رهایی یافته دوباره متولد شده ایم دختران محبوب دشمن جان شما نمی که شما این را بدانید. او می خواهد شما در همان شرمساری خود و بنابراین در گناه باقی بمانید. او می خواهد شما فکر کنید که بر گناه هیچ تسلطی ندارید. اما این اصلا درست نیست مطمئنا به قوت خودمان تلاش میکنیم و شکست میخوریم اما دیگر در این جنگ ها تنها نیستیم ما در او هستیم و اسلحه های ما نیرومندند به ما آزادی و امید پرجلال برای آینده بخشیده شده است. دلیلی نداریم که از خداوند و بازگشت منجی بترسیم، زیرا او ما را از شرارت‌هایمان رهایی داده و ما را از آن خود کرده است. پیشتر مشتاق انجام کارهای بد بودیم، اما اینک مشتاق انجام کارهای نیک وقتی که حقیقتا تولد دوباره میابیم خواسته های ذاتی ما تغییر میکند او ما را میبخشد و سپس طبیعت ما را با کلماتش تغییر میدهد برو و دیگر گناه مکن این پیش نیازی برای بخشش نیست بخشش پیشتر نصیب ما شده است این مرحله برای گذاشتن اعتماد و باور چیزهای بهتر است پیش از اینکه تولد تازه بیابم زنا و تاریکی تحریکم می کردند. در زمان فراغت به دنبال این کارها بودم برای این فعالیت ها اشتیاق داشتم اما وقتی تولد دوباره یافتم اشتیاق به گناه در من از بین رفت کلمات عیسی برای زنی گناه مانند من می توانست این گونه باشد من تو را محکوم نمی کنم من تو را می بخشم. و از محکومیت و قضاوت گناه آزادت میکنم حالا برو و دیگر گناه نکن تو آزادی ما هرگز نمیتوانستیم رحمتی را که نصیب ما شده است به دست آوریم درست همانطور که بدون فیض خدا هرگز نمی توانستیم در خداشناسی گام برداریم و به گناه و هوای نفس نبگوییم. گناه دیگر بر زندگی ما ادعای قانونی ندارد. زیرا مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بیستید و خود را بار دیگر گرفتار یوق بندگی مسازید. قلاتیان 5 یک. استوار بیستید در برابر هر وسوسه که سعی می کند شما را به زندگی گناهالود بکشاند محکم بیستید با این چالش که به خدا نشناسی نبگویید در برابر هر سایه از شرمندگی گذشته بیستید شاید در گذشته زمانهای سختی را گذرانده اید که به دلیل گناه و شرم نگفتن برایتان دشوار بوده است اما شما از گذشته خود آزاد شده اید و آینده شما مانند گذشته نیست آینده شما روشن و آزاد است برخیز و درخشان شو زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو طالع گردیده است زیرا اینک تاریکی جهان را و ظلمت قلیز توایف را خواهد پوشانید اما خداوند بر تو طلو خواهد نمود و جلال وی بر تو ظاهر خواهد شد اشعیا شست یک تا دو اکنون زمان آن است که از سایه های گناه بیرون بیایید و به نور او وارد شوید مدعی ما در مقابل او در سکوت خواهد رفت حتی همین حالا هم بلند می شود تا به ما بگوید من تو را محکوم نمی کنم حالا برو و از این تاریکی خارج شو من نوری هستم که تو در پی آن گشته ای بنابراین دیگر گناه مکن اما ما آنقدر در اطرافمان تاریکی دیده ایم که می ترسیم این امر امکان پذیر نباشد و او در پاسخ می گوید می دانم که تو در زمین و میان مردمان آن تاریکی را می بینی. اما من نور خود را می تابانم. عیسی آن پوشش جلال و شکوهی را که در باغ عدن از دست دادیم به ما باز میگرداند مذهب نمیتواند برهنگی ما را بپوشاند انسانها هم نمی تواند. تنها او می تواند با کتانی سفید پاکیزه و فاخر آن را بپوشاند آنگاه خواهیدید دید و خواهید درخشید و دل تو لرزان شده و سی خواهد گردید اشعیا شست پنج بیایید دوباره به داستان زنی که مرتکب زنا شده بود بازگردیم او نامی ندارد شاید به این خاطر که میتواند هر کسی باشد هیچ کدام از ما بیگناه نیستیم و اغلب برای اثبات خود با مردان مذهب یا دنیا همخوابه شده ایم. اما اینها همیشه ما را ناامید خواهند کرد دست آخر گناه و دنیا به ما خیانت خواهند کرد عیسی به این زن ناشناس که خود را در برابر جمعیت مردم میبیند شرافت و عزت میبخشد عیسی به آن سوی آنچه که آشکار بود نگاه کرد و وضعیت فعلی آن زن را به عنوان شرایط همیشگی او اصان نکرد در حقیقت به او گفت آینده تو مانند گذشته ات نخواهد بود برو و دیگر گناه نکن گذشته تو در گناه بود اما آینده تو در خدا ترسی خواهد بود در گذشته تو در اسارت بودی اما در آینده آزاد خواهی بود گذشته تو در شرم گذشت اما آینده تو با شرافت خواهد بود گذشته تو برهنگی بود اما آینده تو جامعه های با شکوه خواهند بود کاری که عیسی برای این زن کرد فراتر از بخشیدن است او آن زن را آزاد کرد بخشش درست شروع آزادی ماست اما بدون قدرت بخشیدن برای حرکت کردن به جلو با وجود رهایی از بندهای گناه به زودی خود را دوباره به دام می انداختیم. ما ابتدا مورد رحمتی بی قرار گرفتیم و سپس با فیض قوت یافتیم زیرا گناه بر شما فرمان نخواهد راند چون زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیزید رومیان 6 14 من نگران هستم که این فیض بیکران به اندازه کافی به عنوان قدرت قلب بر گناه به ما تعلیم داده نشده باشد. ما به اندازه کافی شجا نبوده ایم تا باور داشته باشیم که می توانستیم فرمان ایسا را که گفت برو و دیگر گناه نکن انجام دهیم. فراموش کرده ایم که در او و با او هیچ چیز غیر ممکن نیست و به جای معزی فیض به عنوان اسلحه روحانی برای دوری از گناه آن را به عنوان مجوزی برای انجام گناه معرفی کرده ایم و بدین ترتیب رحم و شفقت او را ننگین نموده ایم حتی اکنون روح خدای زنده که قدوس نامیده می شود بر دختران این زمین فریاد برمی آورد که بیدار شو ای سهیون، بیدار شو و قوت خود را بپوش ای شهر قدس اورشلیم لباس زیبایی خیش را در بر کن زیرا که نامختون و ناپاک بار دیگر داخلتون نخواهد شد اشعیا 52 1 دخترها بیدار شوید چرا که زمان از آنچه فکر می کنید کوتاهتر است فیض خدا و شادی خداوند را در بر کنید زیرا این قوت شماست بر روی این قوت آن جامعه های با شکوه خود یعنی امید جلال را بپوشید رویای آسمان را در سر داشته باشید و تا زمانی که بر روی زمین هستید مانند اعضای خانواده سلطنتی زندگی کنید می توانید جرأت کرده امیدوار باشید چرا که شما پیمانی بستید و آنهایی که خارج از این پیمان هستند یعنی نامختون ها و ناپاکها دیگر اجازه نخواهند داشت تا شما را به دست آورند دیگر گناهان جنسی و شرم از گذشته وجود شما را تعریف نمی کنند شما آزاد هستید دیگر هرگز در مکانهای مخفی گناه و شرم شما را بی نخواهند کرد ای او شلیم خود را از گرد بیفشان و برخاسته بنشین و ای دختر صحیون که اسیر شده ای بندهای گردن خود را بگشا اشعیا 52 دو. خداوند میگوید گرد گذشته خود را بتکان بدون شرم برخیز و در اقتدار آن جایگاه سلطنتی خود قرار بگیر من بندهای گناه را بریدم این زنجیرها دیگر تو را در بند نمی کنند. من آنها را از گردن تو برداشته ام. عروس پربه های من خود را رها کن. ما فیض او را داریم. این فیض ما را قوت می بخشد تا خود را از زنجیرهای گردنمان رها کنیم. مشکل اینجاست که ما قدرت زنجیرها را از قدرت کلمات رهایی دهندهمان. بیشتر باور کرده ایم شما را به چالش در می آورم که به زنجیرهایی که می بینید نگاه نکنید بلکه به چیزهای نادیدنی نظر کنید چرا که همین حالا هم او از ما دعوت می کند و به ما قول می دهد خود را از زنجیرهای گذشته خیش رها کن بند آنها بر تو به بزرگی ادعای من بر تو نیست جرأت داشته باش که باور کنی و آنها را دور بیاندازی اشعیا 52 برای من کلمات حیات است تقریبا یک دهه پیش وقتی در مقابل وعده هایی که در این قسمت از کلام آمده است قرار گرفتم به لرزه افتادم لرزهای که آمیخته با ایمان بود و مرا از ترسی باور نکردنی آزادی بخشید که این تجربه را در کتاب خارج از کنترل و دوست داشتنی با دیگران سهیم شدم من این وعده ارزشمند و هدیه ای را که در مورد آزادی جنسی و برای دختران حضرت علا است در دست شما قرار می دهم برای ما زمان آن رسیده است که حقیقت را بشناسیم و بگذاریم تا ما را آزاد کند باید شناخت ما از حقیقت نسبت به شناخت ما از دروغ بیشتر باشد برای شکستن قدرت دروغ میخواهم برای شما چیزی را افشا کنم که در زندگی زنان شکست خورده بسیار قدرتمند جلوه می کند این دروغ برای مدت زمان طولانی زنان را در اسارت نگه داشته است به این دلیل است که زنان جوانی که یک بار از نظر جنسی خود را به خطر انداختند، فکر می کنند که دیگر حق نگفتن ندارند. به همین دلیل است که مثلا لمس شدن سینه از پشت لباس راه را برای برهنه شدن باز می کند. نباید میگذاشتم که به من دست بزند و شروع کند. حالا چطور می توانم به اون نبگویم؟ و البته این استدلال اینجا پایان نمی پذیرد و ادامه پیدا می کند، این همان دروغی است که دختران جوان که اغلب باکره هستند تحت فشار قرار بگیرند تا کارهایی را انجام دهند که بعدها به آنها احساس حد که حرمت شدن می دهد. به خانه باز می گردند، به آینه نگاه می کنند و می بینند که آرایش صورتشان به هم خورده و تازگی و زیبایی چند ساعت پیششان از بین رفته است. آیا بعضی از شما گریه هم کرده اید؟ آیا به یاد می آورید که شردگین شده و احساس بیرمق بودن کرده باشید؟ تنها مانده و کسی در کنارتان نبوده است که با استقامت برایتان بیستد. هیچ کس نبود که فریاد بکشد کافی است این دختر را ول کن. هیچ کس از شرافت شما محافظت نکرد. من زنان مسیحی بسیاری را دیدم چه جوان و چه موسن که گفتن نه برایشان دشوار است زیرا وزن گناه و شرمی که در رابطه با ماجراهای پیشین متحمل می شوند، برایشان سنگینتر از آنی است که زنان دیگر تحمل می کنند. آنها این دروغ را باور می کنند. دختران بد نمی توانند نبگویند. با این همه آنها دلیل می که پاکتامنی شرافت و عزت ایشان از بین رفته. بنابراین تنها لایق شرمساری هستند. رابطه نامشروع رویایی از دست رفته است و در این رابطه بالاترین امیدی که می توانند داشته باشند این است که در تاریکی کورمال کورمال با یکدیگر در ارتباط باشند اما البته که این یک دروغ است بله آیا آن زن در داستان ما لایق داوری بود بله آیا او دختر یهودی اسیری بود که در دام گناه گذشته خود افتاده بود بله اما عیسی آمد تا او را از اسارت آزاد کند آن زن باور کرده بود که شرمساری سهم او از زندگی است تا اینکه کلمات عیسی را شنید که می گفت برو این مکان را ترک کن دیگر گناه نکن وقتی او به راه خود می رود دیگر آن آدم پیشین نیست. وقتی از مسیر خیابان شرم باز می گردد، سیمای او آرام شده و بدنش از خمیدگی درآمده است. وقتی راه می رود، دیگران که در کوچه هستند با تعجب به او نگاه می کنند، آنها اصلا انتظار نداشتند که باز هم او را ببینند. آنها گمان کردند که او زیر ستونی از سنگ مرده است، شریعت این را می گفت اما البته چیز ای اتفاق افتاد رحمت بر قضاوت قلبه یافت و او بخشیده و آزاد شد تا زندگی تازه را شروع کند در واقع قرار بود در حضور عیسی زندگی خود را از دست بدهد به جای اینکه بدن او را سنگسار کنند عیسی قلب او را از زیر سنگ ها درآورده بود این دیگر نمی توانست شکست دیگری در راه تغییر کردن باشد او به خانه بازگشت تا حمام کند و لباسهایش را بپوشد سهم او دیگر گناه و شرم نبود چرا که او به نشانی از رحمت و فیض تبدیل شده بود من از شما دختران خدای قادر مطلق دعوت می کنم که از این دروغ روی برگردانید و حقیقت را در بر کنید شما محکوم نشدید بخشیده شده اید شما آزادید تا گناه و شام را کنار گذاشته بروید و دیگر گناه نکنید بیایید با هم دعا کنیم پدر آسمانی عزیز دل من در برابر زیبایی و قدرت وعده و کلام تو به لرزه در می آید. من ایمان دارم که کلام تو تا ابد باقی است من ایمان دارم که تو دیروز امروز و تا ابد همان هستی این یعنی که تو به گناه و شرم من با تمام زشتی آن نگاه می کنی و اعلام می کنی که من تو را محکوم نمی کنم من میدانم که مستحق مجازات هستم اما تو به من رحم کردی من بخشش تو و برداشته شدن جامعه گناه و شرم را میپذیرم از گذشتم توبه میکنم و پارسایی تو را برتن میکنم و دوباره در مقابل تو برهنه و به دور از شرم میستم فیض خدا را دریافت میکنم و به حوث خدا نشناسانه و دنیایی طوری نمیگویم که پژواک صدایم شنیده شود زندگیم در این زمانه در کنترل خودم خواهد بود راست و پرهیز کارانه دیگر از حضور تو و یا بازگشت تو نخواهم ترسید ایسا تو زندگی خود را دادی تا زندگی مرا از همه زعف ها و ناپاکی ها بازخرید کنی تا فقط متعلق به تو باشم من مشتاق انجام کارهای نیکو هستم زیرا دیگر گناه ارباب من نیست تو خداوند و نجات دهنده من هستی وقتی که برای خواندن و مطالعه کلام تو وقت میگذارم آنطور که فقط خودت می توانی به نرمی با قلب من سخن بگو من هر زنجیر اسارت را دور انداختم و آیندهام را به تو میسپارم با عشق دختر تو thank oh. you